بهار آمد و دامانیت بها سبز است. ترانه سبز، سخن سبز، مدعا سبز است. فقط نه چهره صحرا و سینه تلها، نگاه و چشم دل جان آدم سبز است. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر، هواداران برنامه آفتاباران، دوستداران کلام بده و آهنگ جذاب. بهار فصل آرزوها و رسیدن به آرمانها است. در این فصل سنه های نیک و مهمی هست که یک و یک ما از آن تجلیل میکنیم. از جمله روز بزرگداری مادر با فصل بهار نازنین موافق آمده است. در آغاز برنامه کل زنان و مادران عزیز را با این روز نکو مبارک باد میکنیم. در برنامه امروزه یکی از زنان موفق، ادبیات شناس، نامزد علم های فیلولوژی مطربه مولانوا و یکی از حافظان استراده ولایت سوخت رستم عظیمی اشتراک خواهند کرد. برنامه را پیگیری نمایید. در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. نیز جز بار خزان بار که مردان بکشن، غم دنیای نو و کهنه همه بار زن است. البته امروز در ساحه های گوناگون زن های ما فعالیت نموده در رشد ساحه های گوناگون سهم خود را می گذارند. در برنامه امروزی ما یکی از زنان موفق، ادبیات شناس، نامزد علم های فیلولوژی مطربه مولانوا حضور دارند که امروز در باره مادرنامه و قیمت علمی و ادبی آن اندیشه های خود را بیان خواهند کرد. استاد عزیز، خوش آمدید می گوییم. در برنامه قبلی در باره مادرنامه استاد لایق صحبت های سلسله برنامه ها آماده کرده بودیم، ولی در باره مادر و بزرگی و شهامت آن ساعت ها و سال ها و صحبت کنیم کم است. برای همین میخواستیم اندیشه شما را نیز در باره مادرنامه و قیمت علمی و ادبی آن فهمیده باشیم. تشکر گلهیا جان. خوب، در ادبیات تاجیک دو بزرگان سخن، میرزا ترسونزاده و لایق شیرعلی، مادرنامه ایجاد کردند که در آن محبت خود را به مادر، به زن تاجیک انعکاس نمودند. مادرنامه استاد لایق بزرگترین مناجات است بهر مادر خود، بهر مادران تمام جهان. استاد لایق اولان مراتبه شعری به مادرم را تألیف می کند. آن سال 1965 بود. بعد از آن که این شعر نشر می شود، لایق هوادارانی زیاد پیدا می کند. از جانب محققان و اشعار نشر شده لایق بهای خیلی بلند می دهند. من بعد سلسله شعرهای به مادر بخشیده شاعر نشر می شوند و یک مجموعه بسی بزرگ با نام دستی دعای مادر به نشر می رسد. در مجموعه 40 شعر درباره مادر و یک چند ربایی و دو بیتی ها آورده شدند. استاد لایق مادر را با اصول خاصه آفرید. چهره مادر در اشعار او با جلای نو و تصویر آمد. شاعر سیمای مادر را خیلی واقعی به تصویر گرفته، حقیقت واقعی را با حقیقت ادبی سازمان داد. او کوشش کرد واقعیت زحمت های مادر را در تربیه فرزند خیلی واقعی و صمیمی به تصویر دهد. در مادرنامه تمام دوره های زندگی فرزند را که مادر با عذاب و مشقت به وایه می رساند دیدن ممکن است. از آن ما می توانیم لحظه های کودکی، لحظه های نورسی، لحظه های جوانی انسان را بسیار خوب ببینیم که مادر با چقدر زحمت ها، با چقدر محبت او را به وایه می رساند. یک خصوصیتی بسیار خوبی اشعاری به مادر بخشیده استاد لایق در آن ظهور می نماید که او تصویرها را بسیار از زندگی می گیرد.
آنها واقعیتی بلند دارند و هر خواننده می تواند که خود را، کودکی خود را، جوانی خود را، نورسی خود را در آن بیابد. استاد لایق مادر را همچون یکی از پاسدارانی رسم و آیین‌های ملی نشان می دهد و می گوید که مادر شخصی است که محض با تلاش و زحمت های او امروز رسم و آیین‌های ملی ما پا بر جا ماندند. چنانی که در یک شعر آورده است: به من هم آرد پاشیدی، به من هم نیمی نان دادی و نیمی دیگرش را داشتی با خود، که چون برگردم از خدمت بخواهم خورد. در این پارچه همون لحظه بسیار مؤثر آورده شده است که مادر فرزندش را به سفر گسیل می کند و یا به خدمتی وطن، و لایق شیرعلی می گوید که وقتی تو مرا به خدمتی وطن می گسیلاندی، به کتف من آرد باشیدی تا راه من سفید باشد، و من نانی آوردی و قسمتی آن را با خود گرفتی و قسمت دیگر را به من دادی، تا که ان همون قسمتی که تو با خود نگاه می داشتی و آن را نصیبه من می دانستی، آینده باز مرا به خانه هم بیارد. تشکر استاد. یعنی استاد لایق در شعرهای خود سنتهای ملی ما را انعکاس کرده اند، یعنی مهربانی و غمخوری مادر تاجیک را انعکاس کرده اند، و بسیار موافق است که می گفتید استاد لایق در اشعار خود کدام دوره زندگی خیش را بسیار تر افشا کرده است. چنانی که من گفتم، وقتی که ما اشعار لایق را ورق گردان می کنیم، مادر نامه را می خوانیم، می بینیم که تمام لحظه های حیات انسان در آن عکس یافته است. لیکن با اندیشه من، لایق شیرعلی بسیار دوره کودکی خود را، دوره بچگی خود را دوست می داشت و خیلی با محبت در آن در این باره سخن می کند. از جمله می گوید که اون دوره دوره بودند که مادرم با من پند می داد، نصیحت می کرد، و برای اون که من امروز چنین کمال یابم، ان همون پندهای در کودکی داده من در کودکی داده مادرم سبب شدند. و می گوید دنیا پر از خیرات، عالم پر از کتاب، اما برای من چون فتح باب، پندیزی مادرم آگاه روزگار، پندی هم از پدر در راه روزگار. برای شاعر پند و نصیحت مادر، پند و نصیحت پدر از جلد جلد کتاب ها بهتر بود. او می گوید که برای آن که من خوب به وای رسم، محض ان همین پند های مادرم سبب گردیدن. جای دیگر می گوید که یاد دارم مادری می مرد و فرزندان خود را پند می گفت تا همیشه اهل باشند، قدر نعمت های دوران را بدانند، قدر محنت های دوران را بدانند. چون امروز به وضع معاصر کشور نگاه می کنیم، می بینیم که بسیار شخصیت ها بین هم برای مال ملک پدر و مادر، برای میراث پدر و مادر با هم سازیش نمی کنند، یا جوانانی را می بینیم که آنها به گروه های گوناگون شامل می شوند. و اساس گذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت کشور هم گفتند که ما باید شکرانه ان همین ملت، شکرانه دولت، شکرانه همین زندگی خوب و گوارا را کنیم. و لایق شیرعلی هم در همین شعرش گفته است که مادر حتی در لحظه های آخرین عمرش به فرزندان پند می داد، می گفت که فرزندانم همیشه با هم اهل باشید، و به قدر همین زندگی خود، به قدر این روزی خوب، خرم، آسوده، آباد برسید. و در اشعار شاعر زمانی طفلی، محبت و نوازش های صمیمی و غمخوارانه مادر خیلی زیاد عکس نمودند. شاعر از گذشتن دوره بیغم و پرجوش بچگی بسیار با حسرت سخن می کند. همیشه از قصه های مادر، از افسانه های مادر که شب هنگام به او نقل می شود، به خاطر می آورد. او بسیار می خواهد باز به همان زمانی زیبای کودکی،
ورود کند. دلم بسیار می خواهد که بار باز کردم بر جهانی کودکی هایم، که از نم مادرم را خندرو بینم و او گویم که ای مادر به یادت هست زمانی کودکی گاه به بیماری زدم خود را، که تا دانم دلت بر کودکی بیمار می سوزد نمی سوزد. برای بسترم گریسته بودی، خدایان را تولا کرده بودی. شاعر در این پارچه می گوید که زمانی کودکی، برای آن که بفهمم که مادرم واقعا مرا دوست می دارد یا دوست نمی دارد، بار خودم را به بیماری زدم و آن لحظه مادرم به سر بالینم حاضر شد و مادرم به سر بالینم حاضر شد و گریست و از خداوند التجا نمود که من صحت شوم و هیچگاه بیمار نگردم. خب شاعر وقتی سالار می شود بسیار می خواهد که باز به همون دوره کودکی باز گردد و می گوید باز می خواهم که از نو کودکی نادان شوم، باز می خواهم که از نو کودکی گریان شوم، بر سر زانوی مادر باز بینشینم دمی، گریم و خندم سرم را نرم بینوازد همی. تشکر زیاد استاد عزیز برای صحبت پرمحتوا که دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه ما یک رنگی نو بخشیدید. البته شرح و تفسیری خیلی پرمحتوا بود، قرائت شعرها نیز خیلی در شهامت مادر را انعکاس کرده توانستند. البته استاد لایق با بزرگی خود توانستند که مهارت مادرنویسی خود را نشان داده توانستند که بزرگی شاعر زنده یاد نیز در همین است. تشکر زیاد بار دیگر استاد عزیز. در پایان برنامه بار دیگر شما را با روز بزرگداری مادر مبارک باد میکنیم. تشکر. برای شما فرصت بسیار مناسب است که کل مادران و خواهران عزیز را با این سنه نیکفال پیام مبارک بادی گفته باشید. استاد لایق یک بیت بسیار جالب دارد. او میگوید زنده باشد، زنده باشد مادرت، زنده باشد مادری گل پرورد. من از این فرصت مناسب استفاده برده تمامی مادران تاجیک را با عید بانوان، با عید مادران تبریک و تهنیت میگویم. آرزو میکنم که عمر آنها دراز باشد، همیشه صحت و سلامت باشند، روزگارشان آباد، دلشان همیشه شاد باشد. در زندگی آنها همیشه محبت، صداقت، وفا باشد. سلامت باشد. بار دیگر عیدتان مبارک. تشکر زیاد استاد. خوش آمدید. سلامت باشد. زیبهاری حسنیاره با بهار دل رسیدم، زی کنار گرم عشق به کنار دل رسیدم، زی کنار سرد دنیا زی هزار برق و آتش، فقط از شرار سوز به شرار دل رسیدم. نه به خود نه به خودم من، به مثال چرخ گردون، زی خروج بی قراری به قرار دل رسیدم. واقعا شعر استاد لایق بسیار خوش آهنگ است که دقت هر نفر سراینده و حافظ را به خود جلب کرده می تواند. شهرت جهانی، شهرت شعر استاد لایق را باز هم دوچند گردان. در برنامه امروزه ما در بخش آهنگ شعر لایق یکی از حافظان استراد ولایت سوخت رستم عظیمی حضور دارم. خوش آمدید میگویم به برنامه ما. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و میخواستیم امروز با آهنگ های دلفریب در برنامه ما شرکت ورزیده طبی بینندگان ما را بالیده سازید. در آغاز می‌خواستیم همچون یک نفر حافظ، همچون یک نفر که در ساحه فرهنگ فعالیت دارید و نظر شما را در باره این شخصیت برجسته شاعر زنده یاد استاد لایق دانسته باشیم. تشکر زیاد. سرول درود نثار تماشابینان، نثار هموطن عزیز و ارجمند. بگذار روزشان پر از شادی باشد، زندگیشان پر از فرح باشد. عموما برای من همچون سندکار استاد لایق یک پدر هستند، پدر شعر هستند، پدر سخن هستند که من
از همون کودکی عموما آغاز مهر صنعت در دل من با ترانه با شعر استاد لایق شیرعلی آغاز شده است و من استاد لایق را برای خود همچنین یک پدر شعر حساب میکنم و او هست در حقیقت چنین. واقعا جذابیت خوش آهنگی شعر استاد لایق بسیار حافظان ما را وادار کرده است که از صدها شعر استاد لایق را به آهنگ درآورند. البته به آهنگ درآورند و این سرودها حافظان ما از قبیل افضل شاه شادیف، جوربیگ مرادوف و دیگر و دیگر از حافظان استرادی ولایت نیز بسیار هستند. خب شما از کدام بسیارتر از کدام موضوع های شعر استاد لایق انتخاب کرده اید؟ من کدام کتابی استاد رو نکشوید، کتاب ها شعر ها پر از آهنگ هستند. شعر ها هر یک شعر در خود آهنگ موفق خود را دارد. این سال خوشبختانه مخصوص که دوستداری استاد لایق شیرعلی هستم، دوستداری اشعار استاد هستم، با اهل گروه خود یک تصمیمیت گرفتیم که زیاده از 7 ترانه شعر استاد لایق رو روی آهنگ بیاریم و در سنه 20 می که مولد استاد است یک برنامه کوتاه تئاتری کلونیده شده ای استاد لایق رو پیشکش هواداران گردانیم. کدام شعر ها است اگر باشه؟ یکمین شعر انتخاب تو را نامرده کشتم من، تو را در خیش گوراندم، بیا خود را زیارت کن. این اولین انتخاب ما بود. دومین ترانه استاد که در وصف مادر بسیار از تمام هستی مادر سخن کردگی هستند، صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. دومین ترانه، سومین ترانه، ترانه بیمیرم است که از عشق قصه میکند، در مغز جانم غم های تو بیمیرم. چهارمین ترانه، ترانه استاد جورابیگ مرادوف اون رو سالهای پیش که در روی آهنگ آورده بودن خواستیم که باز به طرز نو پیشکش مخلصان گردانیم. شیشته بودم نیمی شب که تختقی دروازه شد. یکی از بهترین ترانه از 6 شعر استاد، ترانه وطن رو امسال ما آماده نمودیم که الکای پیشکش مخلصان گردانیدیم. وطن سر می شود از گاهواره، وطن زشیری پاک از پستان مادر. البته بسیار تمام سرودهای استاد را اگر آهنگ یا آهنگ برای آهنگ میارم، ولی انتخاب ما این 7 بود. تشکر. بعد انتخاب از خود شما است و یا یگان نفر مصلحت میتین و یا نمیدونم راه بلد دارید؟ اگر از روی متن سخن باشد خود انتخاب میکنم، البته از روی آهنگ باشد نوازندگان دارم، دوستانی که در برم هستن آهنگ سازی میکنن. تشکر زیاد. بسیار فرصتی مناسب است، صحبت باز دوام ادامه خواهیم داد. میخواستیم یکی از سرودهایی که بسیار به شما پسند است از اشعار استاد لایق زنده میسرایدید، این تحفه است به کلی مادران عزیز. به جان دل اگر اجازت باشد من همراه خود دوست عزیز فرقه جان قیموف که در اسباب گیتار هستند دعوت مینمایم. با صدای گیتار باز زیباتر میبراید. خوب آغاز میکنیم از ترانه عشق. بگذار عشق معنای زندگی است، از ترانه عشق آغاز میکنیم. در مغزی جانم غم های تو بمیرم، در مغزی جانم غم های تو بمیرم، با گفتگوی عشقت به گفتگو بمیرم، با گفتگوی عشقت به گفتگو بمیرم. یک عمر از راه دل از منزل به منزل، یک عمر از راه دل از منزل به منزل، بس جستجود کردم در جستجو بمیرم، بس جستجود کردم در جستجو بمیرم، شاید نکو بمیرم در آرزو بمیرم. تشکر زیاد. این از یکمین آهنگی که ما سال 2017 در اولین برنامه کنسرتی همون آغاز پیراهی ما بود، آغاز این راهی بزرگ بود. اولین ترانه‌ای که ما از استاد لایق شیرعلی روی آهنگ آوردیم، آهنگ از فرقه جان عزیز است و پیشکش مخلصان از گردیم. این اولین همون آهنگ از شعر از استاد لایق شیرعلی است. تشکر. در مجموع چند شعر از اشعار استاد لایق به آهنگ درآوردید؟ همگی 8 تا. امسال 7 رو آماده نمودیم و یک تا که پیش کرده بودیم، همگی 8 تا.
لیکن در آینده البته نقشه هست که باز از شعرهای استاد کهنه هم نمیشوند. بله. بسیار خوش آهنگ است. هم خوش آهنگ است. هر باری که میکشوید تا سلو که سال رفته میستد خودی ما شاید که به موسیقی باز چخورتر وارد میگردیم، باز آهنگ های دیگر از آن ترمه ها ساختن ممکن است. ما حرکت کرده شدیم که اقلا هر سال دو تا سه تا از اشعار استاد لایق پیشکش مخلصان گردن. ثبت کلیپ نیست در نقشه هست یا نه؟ از ترانه استاد؟ بله. ما خودی همیشه بگذاشته ترانه ششته بودم نیمی شبی رو با یک طرز زمانوی بنابار گرفتیم. البته اولین ترانه شعر از استاد لایق شعری بود که ما روی نوار آوردیم. ثبتش چگونه است؟ سیناریش با متنی شعر چگونه مثلا مطابقت کرده است؟ بسیار خواستیم که در اونجا مهر و محبتی صمیمیت نسبتی دو دوست داشته دو دل داده را نشان داده توانیم و رقصای جالب و زیبای عموما تاجیکانه را پیشکشی بنوار اوریم پیشکش مخلصان گردانیم. و بسیار میخواستم که خود همون روز که کلیپ ترانه بنوار میاد پیشکشی مخلصان بگن خود تماشا کنید به حادید که چی در شده است. این اولین یک جدیدترین کار از اشعار استاد لایق روی کار ورده شده. کلیپ کی با مخلصان؟ از روی وعده همان کارگردان ها در دوام 15 روز باید پیشکش کردن. خوب میشد که همین ترانه رو نیز میسرایید. بجان ششتا بودم نیمیشه که تق تقی دروازه شد، ششتا بودم نیمیشه که تق تقی دروازه شد، آمدن های تو یاد آمد خمارم تازه شد، هی آمدن های تو یاد آمد خمارم تازه شد، روی گندم داری و چشمان جادو نازنین، میکشی آخر مرا با تقی ابرو نازنین، روی گندم داری و چشمان جادو نازنین، میکشی آخر مرا با تقی ابرو نازنین. زنده باشید، زنده باشید. البته سرود ها در وصف عشق بهار بسیار در فصل بهار نازنین موافق است، ولی برنامه ما با کل مادران عزیز و خواهران نازنین ما بخشیده شده است. برای همین البته در وصف مادر سرایدن بسیار موافق است. چند شعر استاد لایق رو از بخشیده به مادر با آهنگ در آوردید؟ بسیار از مادر اشعار خود در همین دوامی سه سال صاحب آغاز کردیم که دومین آلبوم خود را پیشکش مخلصان گردانیم. سه ترانه مادر در اشعار ما وجود دارد و یکی از این شعرها متن انتخاب از استاد لایق شعری بود که چون در پیش گفتم صد جان دل فدای یک مدعای مادر، من تمام شعرهای استاد لایق در وصف مادر همه آنها بزرگ هستند، زیبا هستند که در وصف مادر سرایی، ولی این مثال انتخاب ما همین تنها ترانه صد جان دل فدای یک مدعای مادر بود. مرحمت برای مادران عزیز. ما همچون سندکار میدونید برای خود قرض میحسابم که در وصف مادر البته که هر سال یک یا دو ترانه پیشکش کردن. مادران عزیز مرحمت. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشای شاره دستی دعای مادر، فتح و کشای شاره دستی دعای مادر، بشنید گر صدایم دنیای سخ گوشان، بشنید گر صدایم دنیای سخ گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادره،
انگیزه است شاید از الله های مادر جانم فدای مادر جان فدای مادران باشد سلامت باشید شکری زیاد برای صحبتی پر محتوا و سرایدنی سرودهای دلانگیز که در این روزی نکو بسیار موافق است و طبع هر نفر را از جمله مادران و خواهران ما را بالیده ساخت و این تحفه ارزنده است به یک و یکی آنهاست خوش آمدید میگویم به برنامه ما البته این صحبتی اولین بود و در برنامه آفتاباران سلسله برنامه است در برنامه های آینده نیز در باره خدمت های شایان استاد لایق باز برنامه های دیگر را تهیه خواهیم کرد سلامت باشید خوش آمدید تشکر برای دعوتتون هزار احمد مینادور هستیم ما همیشه در خدمت مردم عزیز و سربلند تماشابینان این تلویزیون شما هستیم تشکر سلامت باشید مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست اثری دارم اگر اون اثرم هدیه توست در فضای ابدی یک پای پروازی بلند مادری مشتوپرم بالوپرم هدیه توست واقعا در باره بزرگی مادر و شهامت آن ساعت ها صحبت کنیم کم است ولی با این انجام زیبا برنامه نوبتی خیش را حسن انجام می بخشیم در فرجام برنامه نیز کل مادران و خواهران را باری دیگر با روز بزرگداری مادر مبارک باد می کنیم عید مبارک Oh,